سلام من نویدم و اینجا خدای که و با گفتگوی هفتگی هشتم در خدمت شما تو این برنامه میخواییم راجع به هواشی که در ارتباط با ویدیوی موسا پیامبر زرتشتی رویداد با هم کمی گپ و گفت بزنیم و البته برنامه به اضافه هیچ است یعنی قرار یه سری حرفای زشت هم دوش رد و بدل بشه پس خواهشن بچه ها و کوچکترها نگاه نکن چون تو این برنامه میخوایم از خجالت یه سری از اساتید نامی فرهنگ و ادب پارسی در اونم به بهانه یکی از نوچه هاشون که متاسفانه با کامنت های نامتعارفشون سعی داشتن واقعیت رو وارونه جنبه بدن اگه دوست داری بدونی این هاشی ها چی بودن این برنامه رو تا انتها دنبال خب برنامه امروز همونطور که تو ابتدا دیدید یه مقداری به اضافه 18 هستش پس از بزرگتر خواهش میکنم اگه بچه توی خونه دارن و دوست ندارن که حرفای ترمان حرفا زشت و سنگین و دعوا تر رو شاهد باشه این برنامه رو پیش این عزیزان کوچک ما نبینن و بذارن تو وقت خلوتی بر روی توی هفته ای که گذشت ما یه ویدیوی منتشر کردیم به نام موسا پیامبر زرتشتی یعنی تو اون ویدیو اومدیم و یه سری فکت و اسناد رو بهشون اشاره کردیم که نام حضرت موسا در منابع ایرانی مثل شاهنامه و متون زرتشتی آمده به نوعی و آدرسی رو در شرق به ما میده و نه در غرب که مصر باشه منظور از شرق هم شرق ایران و غرب ایران هستش و اونایی هم که با تاریخ و جغرافیای اساتیری آشنا هستند میدونن که جغرافیای ایران در دوره فریدون شاه و منوچهر در محدوده بابل یا دشت وران به قولی یا عراق امروزی بوده و هم نمیدونم میتونم برن تحقیق بکنم و صحبت از شرق و غرب این جغرافیا که میشه خیلی مهمه که ما بدونیم راجع کدوم جغرافیا و شرق و غرب کجا داریم صحبت میکنیم اینها نکات خیلی مهمی است که خیلی ها چون نمیدونن و با جغرافی امروز دارن مطالب رو بررسی میکنن معمولا گمراه میشن و دچار اشتباهات بزرگی میشن در این زمینه بر روی ما این ویدیو رو ساختیم توی ویدیو یه شبهی بود اون هم در ترجمه عربی شاهنامه سندی از شاهنامه ما رو کردیم که میگه موسا در خاور زمین هستش در خاور هستش از خاور بیام میکنه و خاور هم معنی شرق میده امروز هم معنی شرق میده توی زجری بیام نیست ولی توی قدیمی ترین سند از شاهنامه که ترجمه شاهنامه است نه خود شاهنامه ترجمه عربی شاهنامه است و ترجمه بنداری معروفه این جناب آقای بنداری اومدن و خاور رو مغرب ترجمه کردن و یه سری از دوستان براشون سوال شد که خب معنی خاور بزنیم اصلا از رو روی کامنت یکی از عزیزان این رو با هم ببینیم بله جناب آقای علیرضا موسیوان و دیگران که من پاسخ به این عزیز دادم و پین کردم ایشون رو که بقیه اون کسایی هم که همچین سوالی دارن بتونن این پرسش خودشون رو پاسخ بگیرن از سمت ما دیگه ما لازم نیست تکرار بکنیم ایشون پرسیدن که معنی خاور توی شانه بیشتر مغربه توی ترجمه بونداری هم مغرب نوشته شده حالا این پرسششون چیه و چرا میگن معنی خاور توی شانه بیشتر مغربه این همون دعواییه که قرار واردش بشیم اون برنامه ها. برنامه قبلی ما یه سری نکات رو راجع دستکاری های جناب آقای خالق مطلق که استاد ارجمند و بزرگواری هم هستن یعنی ما اشخاص رو نمیایم صد درصد بکوبیم بگیم آقا اینا کاملا خطاکار و گناهکار و اینها هستن و از اون طرف هم بیایم چیکار کنیم به مثل خیلی ها بگیم آقا اینا چون استاد و نامی هستن بس هر چی گفتن یه آیه قرآنه ما بعد دست و پا بسته جلوی این عزیزان فقط کرنش بکنیم نه همچی چی نیست اشتباه دارن اشتباهشون متاسفانه متاسفانه اشتباهی خیلی بزرگیه و به نوعی خیانت ناآگاهانه این عزیزان یا آگاهانه که امیدواریم ناآگاهانه بوده باشه به تاریخ هویت و فرهنگ ایران زمینه و مشکلات خیلی خیلی زیادی رو این عزیزان مرتکب شدن با این دست بردن هاشون که به قول خودشون تصحیح اسناد نامگذاری کردن در اسناد کهن و دستنویس و قدیمی و خب این پرسش ایشون و پاسخی که ما دادیم و یکی دیگه از دوستان یعنی مایکل عزیز از همراهان خوب کانال به ایشون دادن یک داستانی رو بابش رو باز کرد یعنی دربش رو گشود و اون هم مسئله بود که باعث شد ما فقط به همون نقد هفته گذشتهمون برنامه قبلیمون نسبت به جناب آقای خالقی مطلق این استاد ارجمند و هم چنین اساتید دیگه‌ای که چنین خطاهای بزرگی رو مرتکب شده و میشوند و بر اون اصرار هم متاسفانه دارن وارد بشیم و یک مقدار بیشتر این عزیزان رو نقد سخت بکنیم که okay, حالا در ادامه خواهیم دید داستان به چه شکلی جناب آقای مایکل اومدم در جواب علی رزا، که اردوشون از همراهان بسیار عزیز و گرامی ما هستن اومدم گفتن که معنی خاور در فرهنگ ده خدا شرق هستش خاور از نظر لغت و ترجمه یعنی شرق اونهایی که غرب ترجمه میکنن دلایل دیگه دارن باختر یعنی غرب خاور و باختر این دو کلمه رو داشته باشین در نسخه های از شاهنامه و ترجمه در همه شاهنامه ها نسخه شاهنامه ما خاور باختر رو کنار هم هم داریم بعض جا نداریم کنار هم بعض جاش داریم کنار هم ولی تو همه این نسخات داریم حالا جلوتر میبینیم چه داستانهایی داریم و این استادان متاسفانه چه هایی رو که ندادند بنده تایید میکنم و یه پاسخی هم خودم به این دوستمون میدم که پین میشه برای بقیه دوستان که رجوع بکنن پاسخ هم روشنه ما همه توضیح رو ندادیم واکنش کردیم با آینده و خواستیم هم صبر صبور باشن عزیزان اینو بارها بارها هم تکرار کردیم که قرار نیست ما همه داستان همینجوری سری بگیم اصلا ظرفیتش وجود نداره در مخاطب پاسخ ما به علی جان و بقیه دوستانی که این پرسش رو داشتن که اون داستان ترجمه بونداری که میگه مغرب چیه اینه دور در علی جان همونطور که مایکل گرامی هم اشاره کردن خاور به معنی مشرق است این یک و از اونجایی که جغرافیای اقوام در گذشته بسیار جابجایی داشته جغرافی جغرافیای اقوام در گذشته بسیار جالب جری داشته یعنی رومیا یه زمانی اینجا بودن در شرق بودن که توی ویدیو مجموعه ویدیوی ایتالیا و روم این رو ما توضیح دادیم میتونن دوستان مراجعه کنن و ببینن لینکش این بالاست و بعد چی شده امروز در غرب هستن یعنی در غرب جغرافیای ایران اون موقع ایران اون موقع کجا بوده ایران اون موقع در بین این بوده همون جایی که فريدون مقرب داشته که جای ایرج پسرش هم اون سرزمینی که به ایرج میده که سرزمین ایرانیانه به نوعی اولیه میشود اون سرزمین ایرانی که در دو دوره جناب آقای ایرج به ایشون داده میشه دشت نیزه ورانه دشت نیزه کجاست؟ عرب. آره. این رو فکر نمی کنم کسی باشه که خلاف این رو بیاد مطرح بکنه اگرم هم ادعایی داره خوشحال میشین که بتونه اثبات بکنه بر روی خاور این میشه زاگروس و ما تو اون ویدیو تو اون مجموعه ایتالیا روم گفتیم که رومی ها کجا حالا جلوتر میریم میبینیم که این داستان نه. خاور و روم چه کمکی به ما میکنه برای بستن دهان یک یاوگویی که متاسفانه متاسفانه باعث شد که ما یه مقدار با این اساتید هم تند صحبت بکنیم و روی میکنیم که در گذشته بسیار جابجایی داشته به همین دلیل باعث سردرگمی در مورخین و مترجمین دوره های بعدی شده مثل جناب آقای بونداری آقای بونداری هم اومده دیده خب این روم الان قربه فردوسی گفته روم خاور رو دادم به کی به سل پس حتما روم و قرب و داده دیگه پس اینجا رو شروع کرده ترجمه کرده به غرب یا مغرب یکی اون دلایلی که, که جناب های بونداری و دیگران همچی خطایی رو کردن و همینجوری هم رفتن جلو با همین فرمونه کرد و عملا همونطور که در ویدیوهای هرودوت هم بسیار تاکید کردیم مترجم نباید دیدگاه و یا تفسیر خود را در اصل سند دخیل کند آقا تو نمیدونی غرب یا شرق همون کلمه رو بنویس خاور نمیدونی آقا این الان شدی میدونی خاور معنی شرق میده خاور قرب ترجمه نکن نمیدونی الان چی بنویس همون خاور یا داخل پرانتز بزن خاور جلوش دست نبره آقای بنداری شما که این کارو کردی بقیه هم پشت سرت خیلی کج رفتن حالا و چون این کار باعث ایجاد در همین بیشتر در تاریخ شده و میشود و بعد یه سری مطالب دیگه جناب آقای ماکل اومدن تایید کردن صحبت ما رو بنده هم یه توضیح دیگه ای آوردم. یک شخصی بارمن نام بارمن هم میشه ساقی کسی که پشت بار درینک میریزه این بارمن جان اومد و به جناب آقای مایکل یه راهنمایی رو اومدن بکنن یعنی میخواستن خطا و تقریبا اشتباه مایکل رو به ایشون گوش بکنن و البته به صورت غیر مستقیما به ما بگن که آقا این خاور خاور نیست و خاور غربه خاور باختره حالا خاور باختره هم می دکتر کزازی در مورد واژه خاور می نویسه. دکتر کزازی مینویسه ایشون حرفش نیست یعنی ایشون خودش هم اینجا هیچ نظری نداره دکتر کزازی وام گرفته یعنی پشت جناب دکتر کزازی مخفی میشه خاور در معنی فروشد جای خورشید و مغرب به کار برده شده است و کاروردی که و ویژگی سبکی در شاهنامه است این واژه از خوروران پهلوی برآمده پس خاور از خوروران برآمده در این زبان فروشد جای خورشید خروفران نیز خوانده شده یعنی خوروران خروفران هم خونده شده که حالا اینکه چرا توی زبان توی زبان یعنی زبان پهلوی هم خوروران هم خروفرانه مثل این که مثلا شما به سیب تو زبان فارسی هم سیب بگین هم اپل بگین بعضی واجه این اتفاق برایشون افتاده حالا چراش بماند ایشون ادعا میکنن که این عزیزان زبانشان هم ما هم خوشحال میشیم که دلیل اینو بگن ما دلیلش رو میدونیم این عزیزان هم میدونن میتونن بیان اینجا مقایسه بکنیم با هم یا اصلا اینجا نیان خودشون جواب بدن و مخاطبینشون رو آگاه بکنن بله برآمد جای خورشید برآمد یعنی ب... جایی که خورشید از آن میاد بیرون در پهلوی خراسان خراسان بوده که در پارسی در ریخت یعنی به صورت خراسان نام استانی شده خراسان امروزی همون چیه خراسانه تو پهلوی خراسان میگفتن به شرق خوروران میگفتن به غرب که خوروران میشه خور بران خور بر آن فرو شد یه همچی چیزی هایی گفتن خور فران خور فرو شد بر آن یعنی خورشید فرو شد بر آن حالا در شرق ایران اینا رو دارین دیگه این واژه بازی ها رو دارین اینجا دقت بکنین مشتق انتگرال گیریه اینا حالا بعدا راجع مشتق انتگرالم هم میبینیم که داستانش چیه در شرق ایران شما را در پهلوی اپاختر میگفتن و جنوب را نیمروچ در روزگاران سپسین خاور در پارسی در معنی شرق و کار رفته است یعنی بعدا بعد از این داستان همجوری زمان گذشته خاور شده چی؟ شرق تا قبل این قرب بوده و باختر در معنی قرب و به جای اون خوروران هم کلمه باختر اومده حالا چی جوری اومده باختر جالبه چون باختره خیلی شبیه اون آپاختر شماله و راجب شمال و جنوب و شرق و غرب جغرافیایی هم در برنامه هرودوت من یه اشاره هایی کردم که شمال و جنوب و شرق و غرب اون موقع نحوه محاسبش اصلا به کارگیریش فهمش استفادهش همه اینا با امروز خیلی متفاوت بوده نمیخواستم جهت جغرافیایی بگم میگفتم میرم به سمت مشهد میریم به سمت خراسان میریم به سمت کجا نیمروز نیمروز یه محلی بوده یه سرزمینی بوده حالا اینجا یه جنوب دمانه. نیم روش نیز در ریخت نیم روز در معنی جنون مانده است حالا یه بیتی میاد اینجا از شاهنامه از ابتدای شاهنامه بخش ابتدایی شاهنامه بخش گفتار در آفرینش آفتاب شاهنامه فردوسی به این صورت از جناب آقای کزازی چو از مشرق و سوی خاور کشد چون از مشرق خورشید براید به سوی خاور بره یعنی به سوی غرب بره ز مشرق شب تیره سر کشد یه مشخصه دیگه آدم باید کور باشه نفهمه اینجا فردوسی داره میگه خاور یعنی چی قرب مگه میشه ما خدا اینا اینو ببینیم و نفهمیم ما خیلی آدمای بیشوری هستیم دیگه اینو آقای بار من خیلی ممنون شما ما رو آگاه آقای... کردین خیلی ممنون که جناب آقای مایکل رو دارین بهشون آگاهی میدین با این دانش فراوانتون البته از جناب آقای دکتر کزازی وام گرفتین حالا ببینیم جناب آقای دکتر چیکار کردن و باعث چه گرفتاری هایی شدن این مثلا از کتاب نامه باستان جمعه با کزوزی جلد اول میر جلد دیدین کزوزی 1385 صفحه 21 در برخی بیت ها حالا توضیح ایشون ادامهش میاد که ما مثلا شیرفهم بشیم خرفهم بشیم به معروف فرم لوریش بگم که بعضی گوشی بیاد دستشون در برخی بیت های شاهنامه همان معنی مغرب را داشته به ویژه در آن بیت یعنی همین بیت حالا گیریم شاهنامه منظورش همون شرق بوده خوبه لطف میکنی عزیز من اصلا میاد چیکار میکنه؟ یا اصلا فردوسی بگه اصلا این شرق اصلا شما درست میگی، ما درست میگیم دروغ ما قبول <تصفح> شرقه چی چی شاهنامه یک بنمایه دست چندم و متأخر در این راست هست. شاهنامه کیلوی چند شاهنامه کیلوی چند در این زمینه برای هم نیست هر چی درون شاهنامه است درست باشه ما هم اینو نمیگیم برنامه های ما را اگه دیده باشین گفتیم بارها گفتیم که حتی توی برنامه های ساسانیان که جناب های فرویدونی در ارتباط با ساسانیان دارن بررسی میکنن از زبان شاهنامه و فردوسی بارها گفتیم که فردوسی در این بخش این در بخش شاهن... در بخش ساسانیان به دلایل مختلف شاید کم بوده منابع بوده هر چی که بوده اطلاعاتی که به ما میده اطلاعات دقیقی نیست و نمیشه صرفا به گفته فردوسی اتکا کرد اینو ما بارها گفتیم حالا پس ما اینا رو بلدیم پسر جان عزیز من حالا بار من عزیز ساقی جان ما اینا رو میدونیم از شاهنامه یک بون مایه دست چندم دست چندم یعنی چی دست یک دو سه کدومش دست چندمی که میگی آدم یاد دست هزارم میفته فکر میکنه چون هر نسخه که در اومده این میشه یه دست آره از اون منظر رو بخوای ببینی آره میشه یه دست ولی عزیز من توی بحث تاریخی بررسی تاریخی ما سه دست داریم دسته بندی سه دست است یک دو سه خب شاهنامه دست سه قرار میگیره که توی کامنتی که جوابتم دادم بهش اشاره میکنم و به هیچ بی اعتبار نیست اتفاقا برعکس اون چیزی که شما و خیلی های دیگه که سعی دارن شاهنامه رو در سطح یک اثر ادبی بیارن پایین فردوسی اصلا کار ادبی نکرده اصلا این مولوی بوده من یه حافظ بوده مگه سعدی بودی که کار ادبی بکنه فقط که این عزیزان بزرگانم با صرفا کار ادبی نکردن شاهنامه و فردوسی که اصلا کار ادبی نکرده شما در مقیاس ادبی میخوای بررسیش بکنی نه اصلا شما شاهنامه رو به هیچ عنوان با دید ادبی نگاه نکن شاهنامه یک اثر نفیس تاریخیه یک تاریخ نگار بسیار برجسته که نظیرش در تاریخ تا به امروز نیامده خواهیم دید در ادامه یه سری تقریبا شگفتی هایی رو که فردوسی برامون به یادگار گذاشته طی برنامه های مختلف که تا امروز داشتیم خدمت شما عزیزان ارائه کردیم و بیشتر هم خواهیم دید از فردوسی ولی کم باز چیز طبیعی فردوسی هم اشتباه داشته ما هم اشتباه داریم همه اشتباه دارن این چیز طبیعی هستن قرار نیست راجع به واضحات ما بخوایم توضیح بدیم به هر روی بعدش میاد چی میگه کهن‌ترین و اولین منبع در راه زندگی موسی تورات هست که 2200 سال قدمت داره کدوم تورات رو شما داری صحبت میکنی ازش که 2200 سال قدمت داره بعد قدمت سنجیش رو چه جوری انجام دادم کربن 14 یه نسخه به ما میشه نشون بدین تورات 2200 ساله رو چند تا برگ شما ببینیم مثلا همین بخشی که راجبه موسی صحبت کرده رو حتما دیدی دیگه همینجوری یه چیزی رو میپرونی بگذاریم و اون رو مصر میدونه بچه مصر میدونه راجب مصر تو برنامه قبلی صحبت نکردیم راجب مصر صحبت کردیم اتفاقا میدونیم شماها گیراتون چیه خودمون بزرگتون کردیم عزیز من میدونیم همه اینا رو اگه شما تازه واردی تو این زمینه خیلی وقت تو این وادی داریم کار میکنیم و بحث میکنیم و جدل میکنیم با خیلی از کسایی که همچون شما خرباستانگرا هستن تاکید میکنم خرباستانگرا اینو تکرار بکن تا مثل اون واژه خرمذهبی جا بیفته برات ببین خرمذهبی خرباستانگرا مجموعشون میشه چی خرمقدس خرمقدس نباشید این خریتتون رو بذارید کنار اندیشه کنید فکر کنید حالا بریم جلو به جز تورات و انجیل که کهن‌ترین منابع زندگانی موسی اند ما دیگر هیچ چیزی در حال وجود تاریخی وی نداریم مگر ریشه یابیه نامش که ریشه گیتوسی بلا گیتوسی نمیدونم چی چیه و قبطی داره باشه همون گیتوسی میخوای بگی تو پاسخ این نیمچه عزیز امیدوارم عزیز بشی برام چند تو کد بد دادم امیدوارم گرفته باشی از مشتق انتگرال گرفته و... حالا لابلای صحبت هم کد میدم بازم حواست باشه گوش بگیر باشه بله تو جوابشون میگم که عزیز من این واجه بازی های اساتید رو خواستید ما چند مورد هم بهشون اضافه میکنیم تا قرب و شرق که هیچ شمال جنوب رو هم در گم کنید ببین شرق و غرب و شمال جنوب و لوریش رو بگم بهت موخت سوت میکشه یعنی اینی که گفتم شوخی نکردم واقعا اگه بگم شرق و غربتو تو گم میکنی و چون میدونم علاقه به لورها داری حالا بله حالا عبیاتو من میارم همون بخش از شاهنامه فردوسی که ایشون آورد یه بیتشو من عبیات دیگر رو میارم این توضیح هم بدم شاهنامه نسخه های دستنویس قدیمی زیادی داره و این نسخه با هم تفاوتهایی رو دارن چیز طبیعی چون مصحح مثل جناب آقای خالقی مطلق آقای کزازی و جناب جنیدی و غیره از گذشته دور ما داشتیم هی hey, تصحیح میکردن هی hey, یه چیزی میدیدن نمی‌فهمیدن تصحیح میکرد آقای بندری میبینه نمیفهمه تصحیح میکنه میکنه خاور میکنه مغرب این هی تصحیحا زیاد بوده سر این تصحیح بازی ها ما رسیدیم به اینکه هفتش ده تا نسخه از دست نویس شاهنامه برامون باقی مونده اینا همشون با هم فرق کوچولوی هر کدومشون یه جایشون با هم فرق بود. این نسخه ای که من دارم بهتون میگم نسخه مسکو هستش و یکی دیگه از نسخه های لندن هم که دو تا نسخه لندن دست میست داریم این هم این ابیات تو اونم اومده تو این دوتا اومده تو بقیه اون ابیاتی اومده که ایشون گفتن که حالا جلوتر میبینیم که چی ها اومد و چیا بغیر از اون مورد اومد روان اندرو گوهر دلفروز کزو روشنایی گرفته است رو زخاور برای سوی باختر نباشد از این یک روش راست زخاور برای سوی باختر نسخه مستقو بر اکس اون چیزی که ایشون از آقای تسهیه جناب آقای کزازی ارائه کردن خورشید داره از خاور رو میکنه عجب تو مسکو که رفته شاهنامه از خاور خورشید طلو کرده توی نسخه های کزوزی از کجا توی خاور خورشید غروب میکنه یعنی غرب و شرق یه قاطی شد بعد تو دو تا نسخه شاهنامه جالب ولی حالا اصلا اینطوری نیست میگیم کدوم نسخه ها هستن که این شیطنت رو انجام دادن و بعد اساتید مصحح هم سریع افتادن دنباله همونا دنباله رو اونا اومدن تز دادن و نظریه دادن و یه سری خیلی عزم میخوام گنت های جغرافی های تاریخی رو وارد کردن به جغرافی باستان اینجوری شده که شاهنامه فردوسی میشه یه اثر تخیلی و شعر و افسانه ای و بدبخت فردوسی ما اول میاد میگه آقا این افسانه نیست و این عزیزان اومدن افسانش کردن با این دست که زدن و روی میگم که مفهوم خاور رو در ابیات بالا میتونید بیابید و اگر هم جایی خاور یا با مغرب مخلوط شده این خلط و اشتباه از مفسر و مترجم بوده تکرار کردیم دوباره چه فردوسی چه بعد از فردوسی حتی خود فردوسی هم میتواند در جاهایی یک متن قدیمی بهش رسیده باشد متوجه اون نشده باشد و چکار بکنه دست ببره و دیدگاه شخصی اون روز خودش رو تحلیل خودش رو به جای اصل سند به ما انتقال بده از فردوسی هم میتونه این خطا رو کرده باشه خوشبختانه ما فعلا تا امروز این مورد رو میتونم بگم ندیدیم شاید هم دیدیم یادم نمیاد البته الان حضور ذهن در مورد خاور باختر این کار رو نکرده موردی اصلا یادم نمیاد ولی موارد دیگه شاید باشه مثلا یه جا صحبت از مثلا بلخ شده این بلخ رو مثلا شاید فردوسی اشتباه کرده باشه میگم الان حضور ذهن ندارم واردش نمیشیم بسیار خوب این لغت بازی ها رو که به کنار بگذاریم داستان سند را پیش کشیدید گفت سند ده دست اول دوم سند دست چندم که جالبه با این حجم از ادعایی که از شما میبینم میبینیم جالبه که هنوز نمیدانید هر دو سند اصلا دست سومن هم. هم تورات هم شاهنامه فردوسی و از لحاظ اعتباری تقریبا در یک ساعت قرار میگیرن و برای ختم این مطلب هم به شما بگویم که برای موسی و دیگر پیامبران ابراهیمی پیامبران ابراهیمی یعنی داوود سلیمان دیگه یوسف یونس و عوض عوض، یونس و و یونس رو راجوی صحبت کردیم پیامبران دیگه اونها سندی محکم یعنی یهودی ها و غربی‌ها ها محکم و به دست اول خارج از مصر و در میان رودان نداشته باشند ممکن اونها نداشته باشند ما در اختیار داریم و این مطالب که ارائه شدن برای ما بازی کودکان است که برای این هم پاسخی جز همان تفاصیل و حدسیات وجود ندارد صبور باشید چه گفت خواهید شد اینکه گفتم اونها این سندها را ندارن اونها هم دارن. ها هم این سنت ها رو دارن فقط چرا نمیگن رو بعدا میگیم میدونی که یه تکی کلام ما اینه که بعدا میگیم آره مثل اون بعدا میگیم جناب آقای نمیدونم کی بود این سیاست مداران بعدا میگم تو اون میگو بگم بگم, بگم. ولش کن یاد مهم نیست بگذاریم ایشون بعد چیکار میکنه میاد در پاسخ ببنده با این ادبیات شروع میکنه خب رسیدیم اینجا به معقلته و مباهته مباهته یعنی دروغ بافی یعنی ما رو متهم کردن به دروغ بافی دروغ گفتن یه توهین مستقیم و, و زیر زیرکی که حالا با کلمات کهن به قول خودشون اومدن این رو شکلش رو ترتمیز و خیلی ادبی جلوه بدن مشکل این عزیز من و واجه بازی گفتم واجه بازی دقیقا همین کاری که استادتون و اساتیدتون انجام دادن و شما اون رو واجبازی بازی ولی کار ما رو واجبازی بازی شما گویی از استادان زبانشناسی ها چون آقای میر جلال دینه که بیشتر می نه؟ بله مشکلیه؟ یعنی اگه کسی پیدا بشه از استاد که بیشتر بدونه مشکلی پیش میاد آسمان به زمین می آید خب همه یه چیزی از یه کسی دیگه بیشتر میدونن ما توی زمین های از ایشون بیشتر میدونیم ایشون توی زمین های از ما خیلی بیشتر میدونن چی شد؟ اتفاق م... نمیشه همچین چیزی عجیبه استاد من عوصم... کلمه او استاد اومد استاد با او استاد مشکل داشت یا یادت باشه حواست باشه یه کد دیگه بهت و... اه... همه چیز دانید و دیگران یا نوکر بیگانند یا آمدن برای ما به دروغ تاریخ جار کنند نه ما همچین چیزی نگفتیم من. همه و دیگر ما نمیدونم همه با ما بقیه هم که با ما نیستن علیه اون نه ما هم چیزی نیست یه طیف خاکستری خیلی گسترده ما داریم یه بخشی هستن جاهلن نه یعنی نادانن به کاری که میکنن یه بخشی هم اصلا آگاهن به کاری که میکنن حالا یه خائن ناآگاه داریم یه خائن آگاه داریم ما این اساسی رو؟ دو... این خیانتشون و این اشتباه بزرگشون که اصلا ردخور نداره خیانته شما تو سند داری دست میبری و نمونه تو برنامه قبل یه نمونهشو گفتیم توی برنامه امروز هم دیگه رو بهتون نشون خواهیم داد که یکیش همین مورد خواهر و باختره یعنی چی؟ شما دست داری میبری تو سند داری افکار عمومی رو منحرف میکنی و خیلی ها هستن به خاطر نام و آوازه شما و متاسفانه از سر تنبلی که قرب یا بهتر غرب نگیم اینجوری کلمه کلی نشه اون جریان تحریفی در غرب اون جریان تحریف اون روی دو تا گزینه خیلی حساب باز کرده یک جهالت ما دو تنبلی ما تنبلی ما هم که میگم عموم مردم در سراسر سر, سر از من ایرانی گرفته تا اون ژاپنی و سرخپوست آمریکایی روی جهالت ما و روی چی روی تنبلی ما چطوری میدونن که وقتی یک تحریفی رو انجام بدن یک دستکاری رو بکنن به خاطر تنبلی که وجود داره و البته تو خیلی هم موارد جهل که این مواردی که متاسفانه اساتید انجام دادن به نظر میرسه از روی جهالتشون باشه و غیر عمدیه و ما به هیچ عنوان جسارت نمی کنیم و به این عزیزان تهمت خیانت عمدی رو بزنیم ولی از روی جهنمشون یه همچین خیانتی رو کردن و این اساتید به خاطر نام و آوازی که دارن خب کارهای بزرگ زیادی انجام دادن مخصوصا از استاد خالقی مطلق با تحقیقی که روی نسخه های مختلف انجام دادن تعداد اون نسخه که انجام دادن و اون مجموعه ای که گردآوری کردن لطف بسیار بزرگی رو کردن برای کسانی که بعدها میخوان تحقیق کنن روی شاهنامه یه مسیر رو باز کردن و راه رو تقریبا تسهیل کردن براشون برای شماره جستجو کاوش ولی خب از اون طرف کارهای زشت مثل این تصحیح ها زیاد انجام دادن که این اشتباه هست و نباید انجام میدادن و به همون کار آرشیویشون اگر میپرداختن خیلی خیلی بهتر بود اگر به همون بخش ادبی فقط میپرداختن خیلی خیلی بهتر بود تا وارد حوزه ای بشن که متاسفانه از اون آگاهی چندانی ندارن و همونطوری که گفتم ما همه رو با یه چوب نمیرونیم اول نگفتیم که اینا نوکر بیگانه نه همچی چیزی نگفتیم یه بخشی جاهلانه دارن چیکار میکنن آب در آسیا به دشمن میریزن یه بخش دیگه هم دارن در مقابلش کارهایی رو انجام میدن همه اینجوری نیستن واژه ها رو سعی کن این بازی ها استفاده نکنین جمله بعدیتون دقیقا برای خودتون سرت میکنه این مقلته سرچشمه گلالود یا همون توهم توطعه که این بالا وردشین به ما نسبت دادین توهم توهم توت است که شما داری در ارتباط با ما دارین نگاه میکنین بازی های جنگولی بازی با میمونه برای خودتون و کسایی که شما رو باور میکنن و اینجا جاش نیست عزیز من دوما سند دست یعنی سعی نوشته نه با سنگ نوشته اصلا سنگ نوشته نوشت. میدونی چیه میدونی چجوری رمز گشایی شده مرایلشو میدونی میدونی کیا روش کار کردن کیا روش کار نکردن اینا رو میدونی نه نمیدونی خب خدا خدا. پس راجب اینا قایشن ورود نکن یه چیزایی شنیدی عزیزم یه چیزایی شنیدی سند دست اول سنگ نوشته او کتیبه به اصل نه از من شاهنامه نمین نوشته ها سند دست اول بشن نسان چیز عجیب غریبی نیست تو حوزه ادبی اگه بخوای این رو بررسی بکنی شاهنامه میشه خیلی بخشش میشه ادبیات تاریخی تاریخ ادبیات بخوای بررسی کنی شاهنامه میشه سند دست اول نه نه دارم بت... یاد میدم که یاد بگیری عزیزم من. خب کتیبه اونم نه با صد تا اما اگر اما اگرم داره اما اگرم داره عزیز من. اما اگرم داره آره ولی نه اون اما اگرایی که خارجی ها میذارن استادان غربی میذارن اما اگرای ما رو اما اگرای اوناست آره که اگر از این زاویه بخونی به بریش ازش انتگرال مشتق بگیری خروران و خوروران و خوروران و, و اینا انتگرال مشتق نیست خیلی هم علاقه به انتگرال این اصطلاح انتگرال مشتق داری بسیم که حالا بگیری ویستور میشه مستور کتیبه میخوی نشون دادیم پارسی واسان چی بود؟ بیش تاس بیش بیش شد چی؟ اون میخه ویش بی شد چی؟ موشو موس. موسو که نه انتگرالی گرفتیم نه مشتقی بعد گفتیم ویستور داریم ویست داریم ویس داریم نه؟ ویسه میشه موسی نه انتگرال بود نه چیز دیگه اون تو ایلامی بود تو پارسی باستان ویستوره تو پارسی باستان بود و متون زرتشتی اومده اینم تلفظ و لحجه چیشه ایلامی شه اگه اینا رو نمیدونی برو یه به این تفاوت لحجه ها جستجو بکن موقع میفهمی چه جوری اپل میشه آلما یا حالا این میگه که یادم باشه موسا هم نبود و در ما رو مسخره میکنه تازه اگر شما تازشم اگه شما واژه ی موسی یا یوزر سیف هم در سنگ ها پیدا بکنی باز چیزی اثبات نمیشه ای بابا ببین اسم موسی رو هم پیدا بکنی با باز چیزی اثبات نمیشه اگه تو اون کتیبه بگی آقا این موسی پیامبر خداست بگی پیامبر الله باز بازم چیزی ثابت نمیشه اگه دریا رو بشکافه موسی توی اون یکی متنم بگی دریا رو شکافت موسی اینم باز چیزی عزیز من تو همون ویدیو ما گفتیم ویستوره که توی زبان ایرانی میشه مستوره موسا تورش پسوند هست خیلی از اسمها مثل داریوش داریوش توی متون متاخر چیه دارا دارا یا موش. اگه نمیدونی بدون تو پارسی باستان صرف اسم داشتیم یعنی اسامی توی حالت مفعولی و فاعلی و اینا صرف میشدن اوش و موش و پوش و اینا میومد تاشون اصل اسم داراست خب دارا اوش موش داره ویستور ویس اولش توی شاهنامه دی هم شد یه تهم شد تهم و اوره اینا میشه بسفن ویستش هستش ویست هم گفتیم چیه موسه خب حالا این موسخان با اون یکی موسخان جفتشون یه معجزه دارن اونم چیه یک آبراهی شکافته میشه توسط خداوندشون و اینا ازش عبور میکنن اینم اصلا سند نیست تو حالا کتیبه هم بذاریم بغل اینا با سند چی دوست داری؟ بگو چی دوست چی میلت میکشه الان میگه یک سند بدم شاید بیشتر بالا اومدی دست در نکنه بابا خیلی بالی در دودمان پانزه یا شانزام گنجوری در مصر بود به نام یوزارسیف یا یوسارا سیف سر تک ماده شد که این چی بود؟ انتگرال مشتق شد که یوزارسیف سیف یا یوسارا سیف میشه هم چی چیزی؟ یه اسم یه کتیبه است چند گانه خانده اندش چند گانه خواندندش چجوری میتوانندندش اینجوری بخوانندندش آقا مسخره بازی رو بزی کنار از من واقعا میفهمی چی داری میگی نامش هم در کتیبه آمده از تمامی همراهانمون تا اینجا پوزش میخوام ببخشید معذرت میخوام حالا یه ذره فرم تنزم داره چون حقیقتش این موجودات تنزن هیچ دانشی ندارن استاد کزازی دکتر کزازی یه چیزی گفته بعد ایشون افتاده وسط داره همینجوری آقا برو کنار بذار استاد بیاد ما داریم به استاد گیر میدیم استاد خالق ما خودش نمیاد نوچش میاد نشد که چون نوچش هم میشی متاسفانه نامش هم در کتیبه ها آمده خب کشی این یعنی آن کس همان یوسف تورات و قرانه چی شد؟ اگه یه اسمی رو به ما میگه توی این منابع نسری اومده به نام یوزار سیف و یوزار ساساف و فیفی فی حالا فی فی اومده هزار مدل هم خونده می شده ولی مستر و ویسته اینا نمیشه به چند مدل خونده بشه اینا خرابکاریه هم بالا دو خط بالاتر داریم از خره میکنی ها خوشکل به سر خیر این گنجوره نام پدر و مادرش یک چیز دیگه است خب نام پدر و مادرش هم شاید یه چیز دیگه خونده بشه اونا هم کار کردی روش حالا ما بحث این نیست دا. این یوزار سیف همونه صد تا علی داریم صد تا محمد داریم صد تا داریوش داریم صد تا کوروش داریم و قرار نیست هر کوروشی کوروش بزرگ خامنه‌ای باشه و هر داریوشی داریوش بزرگ خامنه‌ای باشه و و و هر یوزار سیفی هم موسا نیست هر یوزار هم باشه یوسف نیست خب ولی اون یوسف توراتی و قرآنی عزیز مصر بود بنابراین این دیدگاه رد میشه دست در نکنه گفتم بدانید هم نامی هم چیزی رو اثبات نمیکنه این میشه مغلطه سو استفاده شباید وای چقدر تو بحالی بسر بعد توی جوابشون اومدم گفتم به جای اینکه مقالطه کنید و به موضوعات دیگر که هیچ سرشتی از اونها ندارید ورود کنید بهتره در مورد نقد ویژه‌ای که به مسئله خاور مفهومان داشتید پاسخ بدید من یه چیزی براش گذاشتم اصلا نفهمید من دارم یه نسخه دیگه شاهنامه براش میذارم ولی جلوتر اصلا یه حرفی رو میزنه که جالبه یعنی نسخه مسکو رو گذاشتم اینم نسخه تصحیح کزازی رو برای من گذاشت باش ابیات آغازین شاهنامه اشاره به محل طول خورشید و خاور اشاره به شرق دارن یا آنطور که اساتید کزازی با واژه‌بازی سعی کردن به مخاطبانشون القا کنن غرب ابیات برایتون در کامنت های قبلی ارسال شدن پاسخ این مسئله رو که دادید داستانه حالا یه موضوعاتی هم تو کامنت های دیگهش مطرح کرده بود که حوصله نمیکشه بخوام به همه کامنت های این فرد بپردازیم میریم بعدی بله تو کامنت بعدیشون نمونه باز از فردوسی رو توی جواب به یه دوست دیگه به نام مرتزا قراشی از باز همراهان خوب کانال هستن که جا داره اینجا به بهانه ای از هم ماکل عزیز هم آیا قراشی عزیز هم علی رزا جان عزیز اینجا تشکر بی جنب بکنم از دوستان همراهان اصلی کانال هستن که از درون روزهای اول با ما همراه بودن و باعث افتخارمون هم هست و پاسخگویی به این عزیزان وظیفه ماست این رو داشته باشم به هیچ عنوان هم اگر نقدی وارد میکنم این عزیزم اگه نقدش محترمانه بود و توی چارچوب اخلاقی می اومد مسائل مثلا میگفت خیلی شیک و مجلسی پاسخش ولی متاسفانه راه کجی رو در پیش که گرفتن خب به ترکستان هم خواهند رسید بگذاریم فردوسی توسی میگه که در دیباچه شانام خاور را به معنی مغرب آورده است فردوسی چون از مشرق و سوی خاور کشد خاور شب تیره سر بر کشد تصحیح میر جلال کزازی پس چی شد چو از مشرق و سوی خاور کشد ز خاور شب تیره سر بر کشد به مصرع دوم چی شد ز خاور شب تیره بر سر بر کشد ز خاور ای بابا حالا اینو کپی پیست هم اینجوری میکنی حواست نیست بعدم زهی تحصیل میر جلدین کزدازی آیا کزدازی شما گفتی ز خاور شب تیره سر بر کشد یا بالاتر ایشون یادش رفته بود توی بالاتر گفته بود شما گفتین زه مشرق شب تیر سر برکشد اگه یه چیزی اومده خیلی عضو میکنم ما باید بگیم که گاف بدی دادیم چون همونطوری که توی کامنت بعدی آقای بارمن ساقی جان میای میگی اون که هرگز یعنی بایسانوری هرگز واژه خاور و باختر رو نیورده کار خوبی کرده وقتی داری ترجمه میکنی یا خاور بیار یا مشرق بیار یا باختر بیار یا مغرب بیار نمیشه که جفتشو با هم میری که تو 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 با هم نمیشه عزیز من الله چی گفته چو از مشرق و سوی مغرب رسد ز مشرق سر تیره سر برکشد عجب ز مشرق سر تیره سر برکشد شد مشرق حالا خاور توی مصر اول خاور میشه مغرب تو مصر دوم خاور میشه مشرق عجب خورشید از مغرب طلوع میکند و در مشرق غروب میکند کند شد یه جای که مشکل پسر بله این هم نکنه زمان شاه کاریش کردن صحبت از شاه و این چیزا کرده ای توهم توته داری یه جایی یه بحثه اعتمالا با این خرمذهبی ها و پانتورک ها اینه داشتی اومدی اینجا بکنی ما مثلا اونایی عزیز ما اونا رو میزنیم میکوبیم هفته بعد منتظر و سپرایز باش یکیش گل درشته شو که حالا جدیدن هم یه بند خدایی لهشون کرده ما هم از اون استفاده بکنیم امیدوارم شما هم مثل اون بشی یادمه که در یک برنامه فرمودیم بایسانگوری نزدیکترین نگارش به نگارش فردوسی هم از دید دیرینیگه هم شمار بیتا دمت گرم که همه برنامه همون هم میبینی. خب پس خیلی چیز باید یاد گرفته باشی چرا تا الان دوزاریت نیفتده خیلی نکته داریم میگیم و خیلی کند ذهنی خیلی کند ذهنی تلاش کن مطالب رو درست بگیری اون چیزی که داریم میگیم یکی از نسخه های کامله. نه اینکه صد درصد خود خب داریم میگیم مشرق مغرب گذاشته بشه خاور باختن عملا داستان زیاد دقیق نیست ولی خب مشکل نره مشرق مغربش درسته نه بگه مشرق خاور چقدر مسخره است این داستان این نگارش واژه باختر و خاور در این دو بیت ادعای شما به کار نرفته خب این که اصلا سوتی شماست توی کامنت قبلیت اومدی گفتی آقای کزوازی اومده اینو گفته گفته خاور سر تیره بر سر کشد و اینجا میگی باستان گفته که زمشق سر تیره سر کشت. خب این که همونیه که ما گفتیم حالا درسته تو مصر اولش اونی که شما گفتیم این مصرای دومش اونی که ما گفتیم ما مصرع دومش بیشتر دوست داریم شما مصرای اولش دوست داری حالا این گافیه که دادی مهم نیستش آه دوباره جلوتر میای میگی که خدا رو شکر تا آنجایی که در توانم بود جواب دادم به جای توهم توته توهم توتر رو که تو داری تو کامنت قبلیت هم اومدی یه چیزی گفتی شاه چی؟ از شاه صحبت کرد کی گفت شاه پایسانگوری رو نوشته یا ننوشته چی واسه خود میگی؟ بهتن زدن بهتره شما جواب پرسش های ما رو بدید باش چشم پرسش تو میدم آه اینا همین حی حاضر خدمت شما در چاپ آقای خالقی مطلق و همچنین نسخه ای که آقای میر جلال الدین کزازی استفاده کردن اصل این بیت ها چنین آورده شده چو از مشرق سوی خاور کشد ز خاور باستانگاری گفته زمشق <applause> شب تیره سر کشد نگیرن مر یک دیگر را گذر نباشد از این یک روش راوستر در این بیت ها هم خاور به معنی نشستنگاه خورشید آمده الله اکبر هم به معنی نشستنگاه آمده هم به معنی چیز برآمدن آمده هم خوروران آمده هم خوروسان آمده آقا بیخیال بابا ویل کن نونوروازی چیه؟ تو جوابش میگم البته که در توان شما بیش از این انتظاری نبود و فقط در حسن ختام این کامنت ها این خاطره که در چند کامنت بیشتر بارها سوال شد خالی از لطف نیست این نسخه مسکو چی میگه اصلا فهمیدی من دارم راجع چی سوال میگم میگم نسخه مسکو داره میگه ز خاور برای سوی باختر خاور در ادیات بالا شب تیره است شب روشنه به جای اینکه به سنت سازی ها و تصحیح تح... های این اساتید استناد کنید بد نیست که خود ابیات شاهنامه را مد نظر قرار دارید خب ما گفتیم اینو ب... مد نظر قرار بده یعنی فکر میگه ما میفهمه چهار تا دونه بیت رو کنارم میفهمه آقا داستان چیه که ایشون مثل این که اون رو هم متوجه نشدن و یه کامنت دیگه گذاشتم که چون از مشرق و سوی مغرب رسد بگذارید جای عبیات نسخه دیگر که به جای قرب و شرق خاور و باختر به کار بردن نتیجه اخلاقی میشه خاور مساوی مشرق باختر میشه مغرب واقعا فهم این موضوع اینقدر سخت دوست عزیز و تو جواب میگه شما به چه حقی در نسخه های شاهنامه دست میبرید ما حق نداریم دست ببریم دستم نمیبریم اصلا دست نمیبریم ما گفتیم تمام نسخه های شاهنامه همونطوری که بوده به دست ما رسیده همونطور هم باید حفظ بشه و به دست آیندگان برسه به هیچ عنوان تصحیح نکنید نه بگید خاور اینجا منظور باختر نه مغربه نه مشرق هیچی نگی آقا خاور اومده نسخه نوشته خاور بگو خاور تو نسخه نوشته مشرق بگو مشرق چه کاریه بعد میای بررسی میکنی نسخه های مختلف رو در اختیار میگه تا این چرت گفته تو این داستان با اون داستان ها تو این داره یه داستانی رو گزارش میکنه این با اون داستانی که داریم با اون سند آقای هرودوت آقای کتزیاس آقای ایکس با اون همخونی نداره اون داره راجب به خاور صحبت میکنه ما داریم خاور رو توی این داستان توی این جغرافی های زاگروس میبینیم خب این رو باید چیکار کنه جناب آقای محقق محقق تاریخی باید بیا بگه خب این نسخه به کنار شاید هم اشتباه کنه حذفش نکنه تو تحلیل من آقا این نیست اینو من نمیخوام حالا میریم جورتا میبینیم که آقا از لازم منطقی تحلیل ما درست هست یا نه شما خودتون میتونید قضاوت بکنید و متصمان اساتیده این عزیز اساتیدی که ایشون بهشون تقریبا قسم میخورن به این پررنگی استاد که از نمیدونه شما میدونید بعد شما به چقی دست میبرید تو نسخه خب میخوام بپرسیم جناب های خالق مطلق چرا دست میبرن توی برنامه قبلی دیدیم راجع موسا توی بنداری اومده تو تمام نسخه ها موسا اومده آقای خالق مطلق گفته آقا من این بیتو خوشم نمیاد موسا اومده توش این, این حضف. این موسا رو حذف یعنی چی شما خوشت نمیاد حذف بکنی شما نمیدونی داستان چیه حذف بکنی آقا بگو نمیدونم بگو آقا این مشکوکه حذفش میکنی میذاریش کنار میگی آقا این نیست تصحیحش میکنم تصحیح یعنی چی من سندو تصحیح میکنم من یه طریق غلط املایی از فردوسی یه مورد دیگه هم راجع این تصحیحات تو همین برنامه جلوتر بهش میپردازیم همین خالقی مطلق انجام دادن آ موسا رو کردی واسه خودت اون یکی به تو عزب میکنی نمیشه اینجوری این عزیزان ناگاه و خام رو میفرستی توی تایچ ها این لاوینا یکی از دوستان امیر از همراهان خوب ما هستم از شیرازی عزیزم ایشون پاشخ نشسته است با شوخی داره واسه اینو میگیم عزیزم واسه ما میپرن وسط بحث میان و اینا شروع کردن وارد بحث شدن از پیشتر از این موارد وارد بحث شدن با ایشون این شخص از اونجایی که بی و تقریبا توهین میز برخورد می‌کرد شروع کردن الفاظ نادان و فلان و اینا رو در قبال این دوستمون امیر به کار بردن خب ما یه همچین موارد رو اصلا نمیپذیریم سری یه همچین افرادی رو بلاک میکنیم اینجا جای فهاشی و فهاشی کردن و اینا نیستش اومدی یه چیزی یا یاد بگیری یا یاد بدیم یا یاد بگیریم یا یاد بدیم ببخش بعد حالا میاد امیر اومده او صحبت کرده بود از امیر خواستم که لطفاً کرکت با بارمن رو پایان بده در هفته پیشون وعده همین برنامه رو دادم که در هفته پیش رو برنامه برای استادان این شخص خواهیم ساخت که باید جواب این تحریفاتشون رو بدن که اصل اون شده چنین افرادی که فرق بین اصل سند و تصحیح داخل پرانتز تحریف سنت رو نمیفهمند میدونید که ما سریع این افراد رو که بیمنطق و آمیز وارد بحث میشن بلاک میکنیم و ایشون فقط برای اینکه بهانه ای هست برای ما جهت پرداختن به استاد کزازی ها فعلا این وقت بهش داده شده تا هرچه میخواهد دل تنگش بگوید ما اینجا این همه زحمت نکشیم که به این گونه مخالفان که ادب بحث و مناظره رو هم رعایت نمیکنن تریبون بدیم این عزیزان میتونن برن کانال بزنن و افکار اساتید غربی و توتی های شرقی اونا رو اونجا تبلیغ بکنن دیگه خب یه یعنی تو این که میشه دیگه نمیشه زیاد شوخی کرد بعد ایشون توی ادامه این موارد میاد چیکار میکنه حالا به ما نسخه های مختلفی رو کپی میکنه پیست میکنه اینجا برامون که نسخه های مختلفه شاهنامه شی عزیز من خالق مطلق ما داریم بقیه موارد هم هست نسخه های دیگه هم هست نسخه مسکو هم براتون گذاشتیم که جناب آقای خالق مطلق بهش اعتقادی نداشتند ایشون میگه شما حق نداری دست ببری در نسخه های شاهنامه اونم بر پای توهم خودت عزیز من نسخه مسکو نسخه دوم لندن همه ما نیست نسخه شاهنامه است اون زخاور برای سوی باختر این نسخه مسکو و لندنه یه نسخه لندن داره یه جور گفته یه نسخه لندن داره اینجوری که ما میگیم و مسکو گفته گفته حالا این نسخه های دیگت که آوردی چیه و اصلا نمیفهمی خیلی سادن اینا میگه با رو که داشتی اونو که داشتی دیدیم که دوتا خواهر شد خواهر هم شرق شد هم حالا نسخه یه. دست برلین رو باش اونم مانند باستان گوریه نسخه برلین هم دست عین برلین همونه چون از مشرق سوی مغرب کشد زه مشرق شبه تیره سر بر کشد نه کشد نه کشد آره کش نمیاد کش میاد این هم دست نویس واتیکان که مانند نسخه خالقی مطرح و که دروغ شما رو خونسا میکنه و اثبات میکنه این استادان دست در شاهنامه نبردن الله اکبر بابا توی ویدیو قبلی یه مورد رو عینا گفتیم آیه خالقی میگه اینا همش هست میگن موساست اونم میگه موساس نسخه ترجمه عربی هم میگه موساس قدیمی ترین ترجمه شاهنامه هم میگه موساست ولی من میگم نیست و بر چه مبنایی میگی نیست همه نسخه ها هم میگن موسا تو میگی نیست بعد دست بردن نیست این چی کار بردن عزیز من دست یعنی چی این دسته نه اینو نمیگیم یه کار دیگر رو داریم میگیم خوشگل پسر اینم دست نویس واتیکان به به واتیکان واتیکان وای 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 واتیکان که مانند نسخه خالقی مطلق و کزازی ای جانم نسخه واتیکان دست نویسش مثل کزازی و خ... اه... چیزه خالق مطلقه نه نسخه خالقی مطلق و کزازی مثل اون است خوشگلم عزیز من داستانو مثل پانتورکا برعکس نگو تاریخو و از سر و نخون آره ببین خالق مطلق و کزازی اینو دیدن خوششون اومده پسندیدن اول عروس رو دیدن بعد پسندیدن این عروس رو دیدن پسندیدن پسند عروس واتیکان چی میگه؟ میگه دروغ شما رو خونسا میکنه و اثبات میکنه این استادان دست در شاهنامه نبردن بلکه تیوار تحریفی را دنبال کرده خوشکله تو از مشرق و سوی خاور کشد اه مشرق و سوی خاور توی نسخه های بایستان اینا اومده گفته چی؟ مشرق سوی مغرب مشرق سوی مغرب یعنی هر جا باختر و خاور بودن جاش مشرق و مغرب گذاشته یه نایمده نا یه جا عربیش استفاده کنه یه جا ژاپنی شو حالا ژاپنی. چو از مشرق و سوی خاور کشد یه تابلوی دیگه خاور میشه همون مشرق بباشه میشه همون مغرب خیلی باتی کردیم ما انقدر مشرق مغرب کردیم شرق و غرب گم کردیم ده مشرق شب تیره سرور کشد و واتیکان داره میگه ده مشرق شب مثال هایی که از کزازی و, و اینا دوی کامنت قبلی دوباره یه زخاور شب تیره سرور کشد و از خود کپی پیست شما یه کردی حواست نموده بمانه سوتی دادی مهم نیست پس اینجا واتیکان عوضش بوده ز مشرق شب تیر سرور کشد چون از مشرق و سوی خاور کشد ز مشرق شب تیر سرور کشد حجت تمام شد واتیکان گفت این خاور یعنی مغرب خاور به معنی باختر به کار رفته خاور به معنی باختر به کار رفته یعنی چی یعنی خاور به معنی باختر باختر که نداشتیم که اصلا توی دوران پهلوی ما خراسان داشتیم نیمروچ داشتیم آپاخ داشتیم و خوروران داشتیم، پرپران داشتیم. آره؟ ما چیزی به نام باختر داشتیم به معنی قرب، گذاشتیم که آپاخ داشتیم اونم شمال میشد. شما رو هم گم کردید حالا بماند. هاور شد باختر. بریم ببینیم این باختر در کتاب آقای خالیقی مطلق به چه معانی آمده است جلد پنجم داستان هفتکان اسفندیار صفحه 219 بیت دوم رو میبینیم به برج همل بر سر نهاد وزو خاور و باغ در گشت شاد و ازو خاور و باغ در گشت شاد اه خاور که معنی باختر بود که این هم خالقی مطلق است <تص> و توی این ابیات جناب آقای خالقی مطلق خوشبختانه هیچ تبصره و تکماده هم در اینجا نیورده فقط روی یه زو یه مشکلی داشته که اومده اینجا هم گفته تو نسخه ق نیز قاهره دو و برلین از او اومده حالا زو اومده از او چیزایی چی چیز توی این صحبت از خاور و باختر در کنار هم است یعنی چی یعنی اینکه شرق و شرق یا غرب و غرب نمیدونم من درست گفتم یعنی حالا بماند قاطی کردیم آه. یعنی چی؟ داره میگه خاور و باختر خاور و باختر اگر خاور همون باختر باشد در کلام فردوسی اینجا یعنی اونجا اینجا چه معنی خواهد داد چرا این بیت خاور خاور یا باختر, باختر اومده عزیزم سرکار کار مورد بعدی رو با هم ببینین از باختر و ببینیم آیا باختر معنی غرب میده یا شرق توی همین نسخه جناب آقای خالقی مطلق تصحیحاتشون گفتار اندرخان چارون و کشتن اسفندیار زن جادو خب صحبت از چی شد صحبت از خاور باختر توی سرآغاز داستان هفخان شد که دوتا اومده کلمه خاور و باختر اینجا هم دوباره کلمه باختر میاد حالا معنی باختر رو میفهمیم که چیه معنی باختر رو در صفحه 236 همونطوری که گفتیم گفتار در خان چارم و کشتن اسفندیار زن جادو را اینطوری میاد در بیت اول چو پیراهن زرد پوشید روز سوی باختر گشت گیتی فروز اینجا معنی باختر چیه عزیز من؟ احتمالاً خورشید پیراهن زردشون میپوشه و سوی باختر میره گیتی فروز روشنایی سوی باختر میره سوی شرق میره یعنی میره به سوی... نه نمیره تو میاد بی... داره بیرون میاد یه جایی دیگه میره خیلی خب از اینجا غربه اونجا هم که خاور و باختری کنار هم جناب آقای خالقی مطلق آورده یادشون میره بگه آقا این بیت اصلا کلا بزن زیر میز بگی آقا این بیت هم لاغه. یعنی چی خاور باختر همچی چیزی فردوسی اصلا فردوسی کجا از این کلمات پارسی استفاده میگه فردوسی میگه مشرق مغرب آش اینا میگم هم تو همه نسخه هم, هم همینه یعنی تو تمام نسخه ها این خاور و باختر اینجوریه باخترش هم همینه و معنی غروبم میده ولی هم مشخص شاهنامه هم هست فردوسیه تو تمام نسخه هاش اصلا ها میگیم نسخه های جعلی تو تمام نسخه های جعلی دست نویس شاهنامه اینه آقا دست نبر تو نسخه جعلی جعلی جعل در جعل نکنید انقدر دست نبرید تصیم نکنید آقای بونداری ترجمه می‌کنی؟ اگه نمی‌فهمی خاور اونجا چه معنی میده نمی‌فهمی رومش چرا اون زمان در غرب بوده؟, بوده در... در شرق بوده در خاور بوده دست نبر بزن آقا خاور چی کار داری آقا بزن الان فردوسی رو مسخره کنن بگم فردوسی نمیدونسته که روم اون زمان در ایتالیا در غرب ایرانه خیلی خوب نسخه واتیکان ای این خاور رو اینجوری گفت یا گفت خاور یه نسخه دیگه هم هستش که این کلمه رو دو تا نسخه دیگه که اینجا میاد نسخه دستنویس دانشگاه لیده نمیاره که مشرق مغرب استفاده کرده کاور و باختر نیست دوش دستنویس لندن هم مشرق مغربه یکی از دستنویس هاش یه دستنویس دیگه هم گفتیم این همونجوری مثل نسخه مسکو کاور و باختر داره و این مسخره بازیه که تو نسخه واتیکان و نسخه قاهره Uh, یعنی یکی از نسخه قاهره و نسخه دیگه مربوط به نسخه پاریس هست یه این داستانه چون از مشرق و سوی خاور کشد نیست هفت و یه هفته دست نویس شانه به علاوه کزدازی خالقی آقا دست نویس به علاوه کزدازی به علاوه یعنی چی؟ کزدازی خالد که این نسخه هن. آره نسخه تصحیح شدن تحریف شدن نه ما داریم به دست نویسای کهن صحبت میکنیم نسخه کلاسیک اون چیزی که دست میده توی برنامه هرودوت بارها گفتم آقا ترجمه یونانی با ترجمه فارسی با ترجمه انگلیسی فرق میکنه خود ترجمه انگلیسی با هم فرق میکنه ترجمه انگلیسی با آلمانی فرق میکنه ترجمه های خود یونانی با یونانی قفترش فرق میکنه آقا اون سند کهن‌تر نسخه کهن‌تر برای ما مهمتره ولی باز همونطوری که داریم میگیم همونطوری که دیدیم نسخه بنداری که میگه مغرب اینجا ترجمه است قشن مشخصه ترجمه عربی شاهنامه است خب تو ترجمه اومده اشتباه خطی رو کرده بعدا هم تو نسخه دیگه ما میبینیم این خطه صورت میگیره یعنی مشرق و مغرب میاد جای خاور و باختر داره که فردوسی اصلا نیاز نشه از مشرق و مغرب انقدر استفاده کنه و تو نسخه اشتباه نکنم میتونید سرچ هم بکنید تو نسخه مسکو ما واژه مشرق و مغرب رو نداریم به اون صورت خیلی خیلی به ندرت فکر میکنم یک جا ما شرق داریم اگه اشتباه نکنم حالا حضور ذهن نرم اونم اگه بیتو ببینین تقریبا چیز هستش بر اساس وزن شعر اومده یا همچین شرق گذاشه اون انتهاش قرقه اگه باز میگم اشتباه نکنم ش... یه مصرایی رو میخونه میشه شرق میرسه به یه دوم انتهاش غربه که وزنشون قافیهشون درست در بیاد اونجا شرق استفاده کرده تو بقیه موارد خاور باختر داره میگه خراسان هم هر جا تو اومده جهت جغرافیایی نیست خراسان یک ناحیه رو داره ازش نام میبره مثل نیمروز و یک جغرافیا مثل بگیم به سمت تهران تهران جهت جغرافیایی نیست تهران جهت جغرافیایی نیست بوم جهت جغرافیایی نیست شمال شمالی که میگیم مازندران گیلان جهت جغرافیایی نیست اینو حواستون باشه حتی این کلمه شمال و جنوب و اینا بعضی جا جهت جغرافیایی نیستن دارن یک ناحیه رو اشاره بهش میکنن که خراسان که آقای کازدوزی این قیاس دارن خراسان بود تبدیل شده و خور وراسان و اینا بوده فردوسی اگه اومده زده خب همین استفاده میکنه خور راسان میگفته این سخت بوده یه آهنگی درست میکردی دیگه یه وضعی قافیهی درست میکردی میگفته به هم اون میگه استاد و استاد میکنی این استاد فردوسی استاد فردوسی استاد پارسی براش کاری نداشتی که بگذاریم حالا دست کم چهار تاشون واژه خاور رو به معنی قرار من چهار تا که نمیرزی سه تاست بقیر البته با اون خالق مطلق و که از بگیم میشه پنج تا به کار بردم پس درستی گفتار ما اثبات شد ای بابا گفتارش هم نیست ثابت شد ما هم اینجا همینجوری توی یک محفظه ای به نام پیت اون پیت انگلیسی رو نمیگم این پیت بله داشتیم برایشون ساز میزدیم این که دانسته شد این استادان دست در شانامه نبرده و شما تهمت ناروا با سرکاری دست نبردن چیکار کردن نسخه واتیکان و پاریس و قاهره اصل اونجای اصل جنس این نسخه ها اومده گفته چون از مشرق و سوی خاور یعنی هم از خاور استفاده که هم از سبک قدیم استفاده که هم از سبک جدید استفاده هم از عربی هم از پارسی به قول شما خیلی باحال اینا چی هم حجت هم بر این عزیزان تو جوابش میگم که خیلی جالبی که هنوز نفهمیده استاد توتیوار از جعل واتیکان پاریس پیروی کرده ولی یک هفته ای سب کن یک هفته کاملا متوجه میشی طوری که دیگه با این آیدی اینجا ظاهر نخواهی شد البته میم دنگوشاتی کردیم مجبور شدیم بلاکت بکنیم این بی به حدی رسید که مجبور شدیم بلاک بشی پس فردوسی اومدران زبان پارسی رو پاس نمیداشته که معادل پارسی مشرق رو استفاده نکرده فعلا این نکته ریز رو داشته باش تا دا هفته بعد این همین پارسی و اینا رو گفتم که گوشی بیاد دستش گیری هم بده مثلا پرت پرت عزیز این ساخی جان، ساخی خودش شناسینگ مواد از کجا میگیری تو؟ و بعدم میگم که عزیزکم تو بهانه ای از ازدازی ها هستند که با تصصوربات و کچفهمی خود از زبان و فرهنگ تخم حماقت و که این در ایران زمین کاشتن. این بحثش خیلی گسترده است، بحث اینکه چه اتفاقی میفته که، ما از تقریبا اواخر قاجار و دقیق از اوایل پهلوی یه دفعه یک دو قطبی فارس و غیر فارس در ایران پیدا می چرا تا قبل از این دوران ما همچین دو قطبی رو نداریم چه کسانی خواسته یا ناخواسته همسو با جریان غربی شدند همسو با جریان تحریف شدند همسو با دشمنان ایران زمین شدند و داستان فارس و غیر فارس رو تو ایران کلید زدن چه کسانی این یه بحث مفصلیه که توی برنامه و جای خودش بهش کوین پرداخت بریم ببینیم این آه برمیم برمیم باز این روده دراز ما چی میگه جناب بار من ساقی جون میاد میگه که یه نکته دیگه یه هفته بعدی مگه فردوسی فقط همین کلمات عربی رو درون شاهنامه گفته نه ما میدونیم خیلی کلمات دیگه گفته برو اینا رو به استادت بگو چه باید بگیم اینا اصلا گوشی دادن بگیری نگرفتی فردوسی 726 واژه مادر 4 درصد عربی در شاهنامه به کار بوده اه نمیدونسته واقعا مثل سنان رکیب و فلان و فلان و این چه دلال سخیفیه که میاری در این که فردوسی کلمات پارسی ترجیح میداده شکی نیست اه شک بردی که میگی استفاده میکرد 4 درصد عربی استفاده کرده شکی نیست چرا شکی نیست دو پهلو بازی میکنی یه جا شکی نیست از اون ور شکی هست فردوسی بالاخره استفاده می میکرده یا نمیکرده پارسی باز بوده یا غیر پارسی باز هم بوده غیر پارسی باز هم بوده عزیز اصلا بعدش این چیزایی که تو ذهن و مخ شما کردن مثلا نبوده دنبال زبان پارسی نبوده فردوسی نمیده زبان پارسی رو حفظ بکنه فردوسی اومده تاریخ جم خاندان جم و جمشید رو حفظ کنه بفهم نفهم دارم خیلی فارسی سلیس میگم همونطور که فردوسی میگفت فارسی سلیس میگفت نه اینکه ما این فارسی میگیم زبان فارسی رو حفظ کنیم نه ما داریم تاریخ ایران زمین رو میخوایم حفظ بکنیم که تاریخ ایران زمین تاریخ جهانه تاریخ کل این مردم تو این کره از خاکیه میخوایم اینو حفظ بکنیم زبان فارسی رو ما نمیخوایم حفظ بکنیم فردوسی هم, همین این کار رو نمیخواست بکنه عجم زنده کردم بدین پارسی نگفته پارسی را زنده کردم بدین پارسی عجم زنده کردم بدین پارسی عجم عجم کیه تاریخ عجم پس این عرب بازی ها با هر جا گیر میکنن میان میگن که آقا الهاقیه چیزی پیدا میکنن خوششون نمیاد از بیت اما مفهوم بیت خوششون نمیاد کلمه عربی داره توش الهاقیه اینو برو از استادات بپرس عزیز من که بر مبنای واژگان عربی الهاقی بازی و تسی بازی در میارن پاسخی که به دادم بعد از اونم بهتر است فعلا تا هفته آینده سر جا در تاریکی یه نکته و کلید دیگه اینو زیاد استفاده کردم و فکر میکنم تا هم خوشت میاد از این کلمه و اصطلاح آره. آره فکر کنم بگیری چی دارم میگم در تاریکی آرام بگیری و زیاد دست و پا نزنی و منتظر دیدن نتایج حماقتی که کردی بمونی آن زمان میفهمی عربی و فارسی اصولا به چه چم یا برای امثال شما به چه چمنی است چشو نهی بردم شما به بزرگی خودم چیز زود تایپ میکردم بله بعد تذکرهایی که بهشون داده بودم که آقا تو این نکن مجبور میشم بلاکت کنم نادان نادان به دیگران نگو به ما که گفتی دروغگو و حالا لف... با اون کلمه ها و لفاظی های بارمنانت ساقیگونت اومدی یه سری تیکه ها انداختی خوشگل ولی اجازه نداری به اینجا به عزیزان ما به دوستان به دیگران به بگی نادان نفهم گمراه ساده خیلی راه رایی. شاید راه را باشی نمیدونم ولی به نظر من ساده تر از ساده ای منطق یعنی چی یعنی از روی توهم و سناریوی از پیش ریخته سخن کردن توهین یعنی چی حقیقت کسان رو گفتن این توهینه حقیقت کسان رو گفتن توهینه ای از این بازی ها میخوای بکنی برات آوردم دیگه تو کامنت بعدی میگم تصور نکنید دیگر مخاطبان ما مانند افکران شما بی باشند چون گفتید آنچه سزا از ناسزا نیست بی را استفاده کردن ای حقیقت را گفتن توهین نیست ما هم حقیقت را داریم میگیم بیشوری تمام شده رفت سزاست بعد میگه این که شما بیننده خود را نادان گیر بیاری نه عزیز من البته شاید شما که بیننده ما این نادان باشی اون اصلا گیر نیوردیم هستی ولی بینندگان یا بهتر بگم اون بخش از همراهان ما که میبینن و همراه ما هستن اونها نه تنها نادان نیستن بلکه میدونن خیلی هم خوب میدونن که دارن چه کانالی رو دنبال میکنن تعریف از خود نیست من یا بقیه از این کانال طبق وظیفه ای که داریم یه سری مطالب رو داریم بیان میکنیم و به هیچ عنوان منتی سر هیچ کس نداریم حتما هم خطا و اشتباه داریم اینجا هم تکرار میکنم با زبان تقریبا رسا فارسی رو پاس میداریم پاسکاری میکنیم میخوایم فارسی رو پاس بداریم ما اینجا داریم میگیم چی عزیزم داریم میگیم ما هم مثل بقیه خطا خواهیم کرد یا خطا داشتیم یا داریم یا خطا میکنیم چیز عجیبی غریبی نیست اون کسی هم که ما رو دنبال میکنه چیه نادان نیست میدونه داره چه کانالی رو دنبال میکنه و کانال های دیگر رو رفتن دیدن اونایی که اومدن اینجا و گیر کردن نمک گیر شدن به نوعی میدونن دارن چه کانالی رو دنبال میکنن ما هم میدونیم حاصل چه زمانی رو داریم در اختیار شما عزیزان میذاریم البته اگه خودت رو قاطی همراهانمون بکنی و قاطی اون بخش نادان ناهمراه نکنی این نادان ناهمراه اینایی که همراه هم نا ندارن آره اینا بد میگم که حواست باشه این توهین های ریز و زیر نکنی داریم یه عمری با شما من سری کرده زدم توی تالا را گفت تالاره گفتمون همیهن سه چهار نفری شما رو میشستم از پان ترک و پان کرد و پان عرب و پان فارس و پان یونانی و دیگه یه <applause> <applause> سری پانایی می اومدن که اصلا سابقه نداشته پان کمونیست و پان مذهبی و همه می اومدن همه رو با هم لوله می کردن می سر جوشم. شما خواهشن اینجوری نیا جلو جواب دادن به شما مثل آب خوردنه مثل آب خوردن, خوردن. واقعا اگه بلاکتون میکنیم میخوایم وقت تلف نشه الان هم که داریم میگیم یک مبحث خیلی مهمیه که بهانه شد لطف کردی این بهانه رو دستمون دادی و حالا تو اینا و چرت و پرتای دیگه ای رو مطرح میکنه که جوابش هم به همون سبک میدیم از اینم بگذاریم خیلی طولانی نشه بعد دوباره الان تازه میاد میگه آه, تازه بول گرفته آفرین درب بیادبی و وا کردی ولی باز هم اینجا پدر سوختگی عزیز من من نمیدونم پدر من پدر شما بوده یا نه ولی نسوخته پدر من نسوخته حالا شاید پدر شما بوده سوخته ادبیات تواصل باشه چجوری استفاده میکنی اینجا اومدی به این اجازه رو دادیم که صحبت بکنی این اجازه رو ما دادیم نمیتونی مهمان باشی و دریدگی کنی اگه دریدگی کنی میدریمت متوجه میشی چی میگم گوشی بیاد دستت زیاد برای ما لوربازی در نیار اگه به لوربازی باشه من تحشم آره تو یه برده رگ لوری داریم اینم بگم خب زیرا نادان توهین نیست نادان توهین نیست ولی بیشور چرا چون خصیصه خودته عجب نادان تو این نیست ولی بیشور چرا چون خصیصه خودته عجب پس خصیصه شما نیست بیشوری چجور جو بیشور نیست این همه واقعیت جلوت بوده خودت میاری جلو میه به عنوان سند رو میکنی نمیبینی یا نمیفهمی خب بیشوری دیگه چی بگم جوش نکن از این تهدیدها فراوان شنیدم به حرف گربسیا باران نمی آمد وای 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 من ناخنات نشکنه علنگوات نشکنه عزیز من خصوصیات خودت رو به کسی نچسبون این اوج درماندگیه لالایی بلدی خوابت هم میبره کسی که نسخه های گوناگون شاهنامه رو ببینه و خودش رو باز به بیشوری و نفهمی و قالتاقی بزنه زده خدایی نباید باهاش دهن به شد اینو راست گفتی خدایش اینو راست گفتی یعنی تنها تو کل این بحثایی که یه دونه اینه یه, یه دون مورد یه yes است که جلوتر بهش میپردازیم این دوتا رو راست گفتی بقیهش رو زیر مفت زدی شر و شروور گفتی بابا. یادت <تصحب> باشه خودت پرده دری کردی یه ببخشید دیگه پرده زدیم حالا یه صحبت دیگه که میکنه حقه اینه یه دنبال گفتم نسخه عزیزان خالق مطلق و کزیزی تو تیوار از نسخه پاریس و باتیکان کپی کردن شما اومده گفته بله کسی که نسخه سن جوزف رو زیر سوال ببره از مغز معیوب شک نکن برو رو در رو رسواشون کن اینجوری <applause> بهتره بله این دوباره حرف درستش ها کسی که یه نسخه شاهنامه رو دست نویس شاهنامه رو زیر سوال ببره حالا آن ما یه نسخه رو نبردیم ما دو نسخه رو بردیم زیر سوال سه نسخه رو بردیم سه نسخه. قاهره. پاریس و واتیکا اصلا مغز این طرف معیوبه خوشگل به سر جناب آقای خالقی مطلق و کرزازی که, که آقای خالقی مطلق بعض کل نسخه ها رو زیر سوال بردن جلسه قبلی توی ویدیو موسی دیدیم موسی تو همه نسخه ها اومده و ایشون چیکار کردن؟ همه رو به اضافه نسخه عربی شاید تو گفتم پر، آه ایشون هم مغز معیوب میدونی گفتم حرف درست حرف درسته و این که ما نسخه رو زیر سوال ببریم مثلا هیچ جهالته و نباید این کار کرد کار بعدیه ما زیر سوال نبردیم گفتیم واتیکان و پاریس که عزیزان استفاده کردن از روش کپی کردن از این دو تا نسخه کپی برداری کردن که این واتیکان و پاریس هم خب ما بر اساس بعضی از شواهد و قرائنی که رفت به داستانهای تئوری توته داره یه سر پودار می‌دونیم با ما همراه باشی بیشتر برنامه رو ببینی متوجه میشی که چرا این نسخه ها رو زیر سوال بردیم ولی صحبت چی شد؟ صحبت تو اون نسخه اومده بود از مشرق میره به خاور تو اون دو سه نسخه درسته؟ بذار حالا اول نشون بدیم به دوستان که جناب آقای خالق مطلق به از اون داستان موسا موارد دیگر رو هم متاسفانه اینطوری زیر سوال بردن که یکی از اونها تو داستان بهرام گور هستش از کتاب ششم جناب آقای خالق مطلق و همونطوری که میبینید تمامی ابیاتی رو که در اینجا اومده یک علامت تعجب در کنارشون ایشون قرار دادن و این علامت تعجب اگر به بخش ابتدایی کتاب ایشون و معرفی علامت استفاده شده در کتاب مراجعه بکنید میبینید که علامت تعجب یعنی اینکه ایشون این ابیات رو فاسد، الهاقی، مشکل دار و غیر قابل قبول میدونن یعنی اینکه ایشون به نوع اینجا شدن شاد مهر عقیدی مشکوکم 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 به تو شاهنامه و تمامی نسخه و مهمترین بخشش هم بیت پنجاب و چارمه که توی مصرع دوم این بیت اومده نهم پور پیغام بر راست گوی و اینجا جالبه اگر پاورقی 18 رو ببینیم ایشون آوردن که تو نسخه های لوسه و لنو به براهیم هستش و متن صحیح قیاسی است و به جای براهیم ایشان پور پیغامبر آوردن نهم پور پیغامبر آورد کلمه براهیم رو تبدیل کردن به پور نه این هم, هم شک و شبهه در تمامی نسخه های شاهنامه و این همه شک و شپه که فقط همینا نیست خیلی از عبیات هستن که ایشون علامت تحجیب گذاشتن تمام نسخه ها ساقی جان بار عزیز نمیدونم کی هستی میدونم هم کی هستی نمیخوام بگم این کارا یعنی چی؟ یعنی اساتید خودت ما بیعقل اساتید خودت حتی اون بیعقلی رم ندارن کلا هیچی چی ندیدی اونها رو به چجوری بهشون استناد میکنی؟ راجب خواهر حرف رو تموم بکنیم گفته شد خاور خب نسخه پاریس نسخه واتیکان اومده مشرق به خاور یعنی خورشید از مشرق میاد به خاور توی نسخه دیگه خاور نیست توی نسخه دیگه مغربه توی نسخه مسکو و نسخه دوم لندن هم که دیدیم مثلا میگه از خاور بلند میشه یعنی تابلو تابلو میگه داستان چیه حالا ببینیم توی نسخه های دیگه همین نسخه های واتیکان و پاریس و فلان و اینا این کلمه خاور به چه معنیه و جناب آقای خالقی مطلق توی ابیات دیگه جاهای دیگه که جلوتر میاد و خب بالا هم تنبنیشون به نظر رسیده نیومدن اینجا رو الحاقی بکنن گویا یا از این علامت تعجب بزنن اینجا خاور به چه معنی و مفهومی میتونه باشه اگه روشو بکنین به بخش شاپور زل از کتاب شیشمشون توی بیت هشتادم اینطور اومده زخاور چو خورشید بنمود تاج گل زرد شد بر زمین رنگ ساچ زخاور چو خورشید بنمود تاج تاجشو زخاور نشون داد ببین بنمود تاج این داره نشون میده تاجشو موقعی که غروب بکنه تاجش داره میره پایین نمیگه نشون میده تاجشو تاجش رو تازه اومده بالا به موتاج زخاور چه خورشید به موتاج اینجا معنی چی میده؟ نمیدونیم توی تمام عبیات هم این خاور به این معنی حالا میگه مثلا اینم مثلا داره غروب رو میگه اینجا هم غروب میگه تمام نسخه هم گفتم این بیت اومده و همین شکل تویش که هم زیر سوال نبردتش خوشبختانه بریم ببینیم یک جای دیگه و در داستان تقسیم سرزمین توسط فریدون بین سه پسرش که این آقای بارمن هم یه اشاراتی بهش کرد که گفت آقا اینجا خاور و روم و داده به سلم اینکه نمیشه که خاور یعنی غرب روم چون تو غربه تو فکر میکنه روم همیشه تو همین غرب بوده تو همون بخش اومده که یکی روم و خاور دیگر ترک و چین سیم دشت گردان و ایران زمین نخستین به سلم اندرون بنگرید همی روم خاور مرو را سزید خیلی خوب پس روم و غرب و داد به چی؟ جناب آقای سلم بفرمود تا لشکری برگزید به کی گفت؟ به سلم گفت گرازان سوی خاور اندر کشید یعنی گرازان برو سوی غرب برو سوی خاور دیگه آقای خالق مطلق اومدن گفتن خاور یعنی غرب آقای کزوزی هم گفتن خاور یعنی غرب بسیار خوب گرازان سوی خاور اندر کشید حالا تو اینجا یه پاورقی داره یازده بریم ببینیم این پاورقی یازده چی میگه پاورقی یازده میگه توی نسخه لندن سوی مرز خارزم بنهاد روی و جناب آقای خالقی مطلق از هیچ علامت تعجبی هم استفاده نکردی که ما اینجا شک بیفتیم مشکوک بشیم یعنی نسخه لندن رو هم ایشون اوکی میدونه خارزم رو خارزم 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 و شما عزیزان شما که با اون جغرافیای ساختگی غربی خیلی خوب گرفتین و قشنگ شیرفهم شدین یعنی شیرفهمتون کردن فهمتون کردن, کردن. خارزم کجاست غرب یا شرق ایرانه البته بگم آه. این خارزم همون خارزم نیست جاش جای دیگه است همونطوری که ایرانی که داره صحبت میشه ازش این ایران نیست که امروز میبینیم یه خورده اون برتره اون ایرانی که داره فریدون ازش صحبت میکنه داستان فریدون هست و ایرج و اینها جاش یه جای دیگه است خارزمش هم جای دیگه است خاورش هم جای دیگه است همون زاگروس و اینهاست نه ترکمنستان و قزاقستان و اون حوالی خب نقشه دیدی؟ هم دیدیم اینجا که معادله خاور خارزم اومده تو همون جایی که داره چی میگه روم و خاور رو میگه خارزمم حضرات اصلا به مخیلشون هم قد نمیده که ببرن در غرب قرار بدن اصلا نمیشه و نیست دقیقا خارزم شرقه همونطوری که خاور شرقه و فکر میکنم که این بحث خاور و اینا رو ببندیم بریم ببینیم که این دوستمون در ادامه چه توهینهایی رو میخواد بکنه البته نه به ما بلکه به اساتید خودشون چون همونطوری که دیدیم این وصله ها به ما نمیچسبه بله ایشون میاد توی کامنت های بعدیشون میگه بیراهه نه رو به سرهای کربلا نزن موضوع اصلی بس موساس نه از کذازی ها و خالق مطلق ها حتی اگه تو اثبات کنیم ببین دیگه خیلی دارن فرج بهت میدن اه مثل اینکه افتاد رفتی همینجوری ای بهت کد میدادیم رفتی ای گشتی دیدی نه یه جایی هم خواهره یعنی مثلا نمیشه دوات یه ای داره تابلو میشه دیگه زایه است. یا حتی اگه این اثبات بکنی که این اساتید آقا تو میگفتی اساتید رو نمیتونیم اونا میفهمن ما نه فهمی. حالا چی شد اگه حتی ثابت هم کردیم ما میفهمیم اونا فهم باز شما قبول نداری اونجا هم که گفتی که آقا اگه اثبات هم بکنی کتیبه هم بیاری که اسمش اینه موساس باز ما قبول نمیکنیم. ما اینو قبول نمیکنیم. اونو قبول نمیکنیم. کنیم هر چی بیاریم سند شما قبول نمیکنیم. ما کلا همش رو هواییم یعنی هر چی ما بگیم این فرجه که میدی اصلا خیلی زیاده ما ب... تحمل این همه فرجه ای که به ما میدی رو نداریم عزیز من خوشکلم میاد میگه هرچی تو میگی صحیح باشه باز هم کلیپ رو حواست هر چی بگیم درست باشه باز کلیپ رو هم این اساتید چه پیروانی دارن متاسفانه چرا نمیری یک سنگ نوشته و کتیبه از وجود تارک موسی رو رو کنی که در مشرق زمین بوده بعد تازه اگه رو هم کردیم باید نام بابا مامانشم رو کنیم بعد یه سری چیزای دیگه هم رو کنیم که ایشون راضی بشه عزیزم تو بگو چی میخوای منوی غذای تو بگو, بگو, ما داریم یا نداریم مثلا هم چی چیزی منو تو بگو ما بفهمیم چی میخوای چی میل داری انگار <تصحة> اومده میشه اینو میخوام اینو بگی تو تا اصلا قبول نکن کی هستی که قبول کنی یا نکن اصلا برای ما ارزش نداره تو بپذیری یا نپذیری ما اینجا وظیفه ای داریم داریم انجام میدیم تو میخواه پنگیر خواه ملال شورتون این سطحه اونی به خودت در میگرده گوساله اومدی میخوای گاو بریم خود دانی وظیفه ما بود تو رو آگاه بکنیم و این وظیفه رو انجام دادیم بار رودوشمون نیست خیالمون راحته سبک بال میرویم این رو بیار اثبات کن گفتیم مدارکی داری خب بسم الله مدارک داریم برای قرار نیست تو بگی ما مدارک رو بیاریم رو بکنیم. گفتیم قولش هم دادیم دونه دونه هم داریم به فراخور نیاز و اون صلاح دیدی که خودمون میدونیم داریم ارائهش میکنیم شما نگران نباش بشین همونجوری که برنامه رو دنبال کردی از این به بعدم دنبال بکن البته با یه نام کاربری دیگه تو همین موسا رو اگر کتیبه و سنگ نوشته دقت کن دقتا باید بکنیم داشتیم من هر همه حرفات رو میپذیرم اگه موسا کتیبه داشتیم ایشون حرفمون رو قبول بالاتر گفته بود آقا موسی هم بود بعد بابا ننش هم بیاری اینم بیاری اونم بیاری و نمیشه یوزار سیف اون اه... کارگزاری که اونجا بوده توی مصر بوده مثلا یوزار سیف که یوسف نیست همجوری علکی کشکی نمیشه خیلی چیزا باید با هم سینک بشه اینکه دو نفر حالا اومدن با معجزه از دریا رد شدن که دلیل نمیشه که آبو شکافتن داستان خیلی اتفاق افتاده ما اصلا هر روز این اتفاق داریم میبینیم حالا مستقیم نام موسا و سرگذشت موسا آمده باشه نه اینکه انتگرال و... انتگرال و مشتق بگیری آقا اینقدر سوتی نده سوتی نده پسرم سوتی نده ازش موسا بیرون بکشی اینم داشته باشه ذوقی هم میکنه و بعدم میگه که پیش از اینکه بخوای برای من یا استادان جایل بنا به اظهارات ما استادان جاهلن ایشون این اساتید رو جایل نمیدونه یه تصحیحیتی کرد تصحیحکی کردن گفتم آقا این مثلا این چند هزار بیت الحاقی است اینجا هم که خاوره شما غرب بخون اینجاشم هم که گفته مثلا ابراهیم شما پور بخون و موسی هم مثلا هز... تزم... چیه موسی اینا میشه تصحیح ببینی چاره ای برای سوتی دیگرت پیدا کن که گفتی موسا به دین زرتوش بوده سوتی دیگه من نیست عزیز من آره سوتی ما زرتشته آره چجوری سوتی میشه بنابرای خود شاهنامت شاهنامه مال ماست مال این نیست مال این بچه شاهنامه شاهنامه الماس عباستون باشه دوستان شاهنامه الماس مال کس دیگه ای نیست که قبول داری موسا دوران نوزر میگی بوده موسا دوران نوزر بوده شب کشفی کردی ما گفتیم موسا زمان نوزر داره آره ویدیوش هم هست که زرتوش صده ها پس از اون در دوران گشتاس بود خب حالا داستان چیه ایشون چه سوتی رو از ما گرفته که در با این شیوه سوتی گرفتنش با این شیوه گفتاریش در کل این کامنتایی که داشت عملا سوتی و گرای خودش رو داده به ما و حالا بماند این داستان چیه؟ چه سوتی رو گرفته؟ ایشون میگه که ما ادعا کردیم که موسا زمان نوزره بعد تو همون ادعامون گفتیم که موسا به دین زرتشته بعد چطوری میشه که موسا به دین کسی پیامبریه که اون پیام قرار او چقدر بعد از اون بیادش یعنی زمان گشتاس یعنی نوزر میاد میره بعد زو میاد میره بعد گرشاس میاد بعد باد میاد بعد کیکابوس میاد بعد کیخسرو میاد بعد لهراس میاد بعد گشتاس میاد بعد زرتوش میاد این همه گذشت این چجوری به دین اونیه که قرار بعدن بیاد گافه بزرگیشه سوی... آه... چ... چجوری اینو حالا... اینو چجوری مصمالیش کنی؟ <applause> بکنم شما... نه کانال ما رو در درست دنبال میکنیم برای خرافه اون ادعایی که میکنیم من برنامه هاتون رو دیدم، نه برنامه ها ندیدی کانال هم درست دنبال نکردی یه چیزی میبینی و میری و بعدم میگی... با اون چیزایی که کردن تو مخ من همخونی نداره و چی غلط داره میگه اینم مثل اون یکی که پرت و پلا میگه نه عزیز من این کانال همه برنامهش از اون روز اول تا امروز دونه دونه مثل زنجیر به هم وصله و شما باید اون زنجیر رو کامل بگیری بری تا تا از اون مرم برگیری بری تا آخر تا داستان بیاد دستت وقت نداری حوصله نداری اینجا نیا اینجا نیا چون اولا این بار آخریه که به این صورت شما میای و اجازه داری گفتم بهانه شدی برای ما که به یه سری اساتید بپردازیم و اولا چی میشی اگه بیای تو این فاز بخوای وارد بشی و توهین آمیز و جسارت گونه بیای وارد بحثا بشی اولا ما حوصله شو نداریم سری بلاک میشی حالا این که اینو یونگی سوتی گفتیم سوتی خودته گافت دادی بدم گافت این سوتی نیست ای شما اگر منابع مختلف رو بررسی بکنی حتما حتما یا اصلا یه سرچ ساده بکن برو در مورد سه تا دو تا زرتوش حتی بعضا پنج تا زرتوش یه جستجوی کوچولویی تو اینترنت بکن یه سری اطلاعات میاد دستت شاید بعضی اطلاعاتی که توی پیج ما هم بوده و کانالمون اونها هم بهت آدرس بده اینترنت و اونها رو هم بتونی ببینی که داستان این زر چیه و اگه منابع یونانی رو یه آشناییتی باش داشته باشی بر اساس همون منابع یونانی هست که یه گافی رو یه سری اسیزان دادن و گفتن که آ تو این منبع زرتو یونانی اومده گفته زرتوش مربوط میشه به انقدر هزار سال شیش هزار سال فلان قبل از نبرد تروی انقدر قبل از نبرد فلان و گشتاس توی این بازه زمانیه و گشتاس به شاهنامه نمیتونه توی این بازه زمانی نزدیک به اسکندر باشه و باید خیلی خیلی کهن‌تر باشه بر اساس همین همین گافاست که چند تا زرتشت رو قاطی کردن و یه زرتشت فرض کردن ما زرتشت های مختلفی داشتیم محض اطلاع شما باید بگم که لزوما هم نباید همشون رو فردوسی نام برده باشه خب مسلما ما فردوسی رو همونطوری که شاهنامه رو یک سند خوب میدونیم یک سند کامل کامل هم نمیدونیم و میدونیم خیلی از موارد توش ناقصه و فردوسی دسترسی بهشون نداشته پس بیانم نکرده و یا اینکه جزو اون ابیاتی است که حذف شده و به ما نرسیده ما همه اینا رو در نظر میگیریم و میدونیم که نباید اتکامون فقط به شاهنامه باشه پس اسناد دیگر رو هم بررسی میکنیم و وقتی اسناد دیگر رو بررسی کنید ما در دوران جمشید به یک زرتشتی میرسیم و همینطور در دوران چی ابراهیم که ابراهیم و ما در بحثای خودمون مباحثی که بازشون کردیم تا امروز در بازه زمانی فریدون میدونیم و اگر یه ذره حافظت خوب کار بکنه چند دقیقه قبلم راجبه اون تصحیح یا تحریف جناب آقای خالقه مطلق گفتیم که چطوری براهیم یا ابراهیم رو تبدیل کرد به پور و تو همون ابیاد یه صحبته از زرتوش شده بماند پس میبینی که ما این داستان زرتوش رو قبل از نوزر و منوچه رو اینها داریم حتی قبل از فریدون هم داریم و حتی بخوایم به صورت دینی هم جوابت رو بدیم که اصلا نیازی هم به این نیست بارها بارها با بحثایی که شد با خیلی از این خرمذهبیا ها یا مذهبی ها چون هم ما خرمزهبی ها همین ادعا رو دارن که ادعای درستیه و هم مذهبی ها اینو دارن که درسته باز جفتش ادعای درسته میتونه حالا یک آدم نافهم استفاده کنه و یا یک آدم بافهم این ادعا چی میگه میگه که آقا ابراهیم به دین اسلام بود ابراهیم چجوری میتونه به دین حضرت محمد باشه در حضرت محمد او نواده او برو بیا 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 پایین چقدر فاصله داره با ابراهیم چجوری ابراهیم به دین اسلام بوده مفاهیم رو کار داره هنوز جا داره شما باید فعلا رو یاد بگیری بکنی بیای جلو بعد اینکه مثلا رفتی تو بحثا اومدی گفتی آره استاد سردوس این رو گفته استاد به همجوری که پشت و استاد خالقی محتق استاد کزدازی و اینا قایم میشی باید بیا این پشت سر ما قایم بشی اینا رو مراحل تی کنی بعد میتونی این چیزهایی رو که بهت گفتیم تا الان رو هضم بکنی بعد از این هم خواهی فهمید که به هیچ عنوان وقتی وارد بحثی میخوای بشی به هیچ عنوان تاکید میکنم به هیچ عنوان اینا به دوستان همراهان کانال هم, هم تاکید میکنیم به هیچ عنوان پشت دیگران پنهان نشین یا به اون مبحث مسلط باشید یا ورود نکنید اینکه استاد که از گفته استاد خالقی مطلق گفته استاد ایکس گفته استاد ایگر گفته اینها نمیتونه استدلال های محکمی برای شما باشه پس بگذارید اساتید و هر کسی هر نظریه ای دیده خودش ازش دفاع بکنه من یعنی اینکه شما اون نظریه رو پذیرفتین و قبول دارین اون شیوه استدلال رو پذیرفتین قشنگ فهمیدین فهمش کردین و حالا خودتون میتونین از اون نظریه دفاع بکنید و در اون هنگام هم نیازی نیست بگین استاد فلان گفته فلان گفته که نام اون بدبختی هم که اونجا نیست مثلا اینطوری تقریبا رو بکنید چون ما قصد نداشتیم که به این زودی ها وارد این مسائل بشیم ولی خب شما باعثش شدید بعد خیلی خب صحبت زیاد شد طولانی شد سریعتر ببندیمش پشت هم میگی که شما اگه راست میگی میری رو در رو میشی باشون گفته گو کنی نه عزیز من شما اسم از این عزیزان رو اسادید رو نیار نیاز نیست ما بریم دعوا و وشون و رو کشی کنیم حالا هم که اسمشون اوورده شد و یه بهانه شد نیازید. ما بهشون بپردازیم این عزیزان همینجا اعلام میکنیم ما بهشون وقت میدیم یک ساعت دو ساعت هر چقدر خواستن تریبون بهشون میدیم بیان اینجا صحبت بکنن دوست نداشتن بیان خودشون مستقیم صحبت بکنن مشکلی نیست ما ویدیو رو این عزیزان تهیه بکنن پاسخی اگه دارن تهیه بکنن پاسخشون رو بفرستن برای ما توی تلگرام ما عینا همون ویدیو رو بدون کوچکترین کات و برشی بدون کات و برش هر چی که گفتن فش دادن هر چی که گفتن همونو پخش میکنیم این عزیزان بیان جواب دارن میدن که بریم مناظره بازی کنیم ما بگم, بگم بگم بکنیم و از این کارا نه ما بلد نیستیم حسلش هم نه وقتش هم نداریم وقت دیگران بگیریم با این نونور بازی ها. و من بپرم تو حرفم اون بپره تو اون اگه بحث و گفتمانی بود مخلصشون هستیم میریم تو یه راست میشیم صحبت می‌کنیم ولی مناظره بازی و اینا نه ما کوچیک همه ما اصلا بلد نیستیم اینجا جواب دادیم دیگه توی تریبون خودشون یه جواب بدن یا بیان اینجا ما بهشون تایم میدیم وقت میدیم از وقت کانالمون میذاریم برای اونها اونها پاسخشون میدن ما منتشر میکنیم دیگه صحبتی نمیمونه حقیقتا که با این دوست عزیز داشته باشیم و همینطور اساتیدی که ایشون نام بردن شرمنده هم هستم که یه مقدار خسته به نظر میرسم چون گفتم توی طول هفته توی این یکی دو هفته یه ذره درگیری همو زیاده یه جا و جایی هم داریم و جدا از اون سه بار حین ضبط این برنامه سه بار یا چهار بار این پخش قطع شد دوربین باتریش تموم شد و من مجبور شدم بذارم دوربین رو شارژ بشه الانم هم ساعت یک نصف شده یه ویدیو یک و خورده ی ساعت نزدیک دو سه ساعت ضبط برده وقت منو و اولا هم این شیوه گفتمان انرژی بره خب شاید توهینی و صد رد و بدل شد که شده اون چیزی که بین ما و این فرد مجازی جناب بارمن بوده اهمیتی نداره چون یک شخص مجازیه و هویت مشخصی نداره که جای اعرابی داشته باشه ولی اون چیزی که بین ما و اساتید محترم تاکید میکنم محترم و دلیل احترام هم هم جایگاه سنیشونه و هم کارهای خوبی که این عزیزان تا این مدت کردن ولی همونطوری که قبلا هم گفتم توی خلال برنامه گفتم لزومی نداره چون کار خوبی انجام دادن کارهای بد و به نوع خیانت هاشون به تاریخ و فرهنگ ایران رو ما نادیده بگیریم و همینطور تربیت کردن چنین افرادی رو که مخل محققین مستقلی چون ما هستن و اولا با پرورش این افراد و عدم راهنمایی این موجودات باعث میشن که عرصه بر دیگران اونهایی که نظری مخالف این اساتید دارن تنگ و خب راهی نمیذارین جز اینکه ما هم یک مقداری در گفتارمون تند برخورد بکنیم بر روی اگر تندی رو از ما دیدید بگذارید توی اون جایگاه بحث ها و جدل های علمی ما یک نظریه رو مطرح کردیم یک نقد هایی رو به شما داشتیم که این ها رو شما میتونید رد بکنید اگه ردگی دارید بر اونها بیافزایید خواستید توهینم چاشنیش بکنید مشکلی از دید ما نداره چون ما هم به قول شما داریم کسانی رو منحرف میکنیم و این کار خیلی خیلی خطا و نابخشودنیه یه صدام بالا نمیاده شقیقتش از, از ابتدای روزم فعال بودم و کار میکنیم به کار مختلف میرسیدیم عملا دیگه توانی برام نمونده ازتون پوزش میخوام فقط و وقت اینکه فرموش نکنید ما رو حمایت بکنید و یه خبر خوبم بهتون بدم آکرش اون اینکه البته بیشتر در این بارمنه خوبه هفته دیگه قرار راجع به سید محمد حسینی یه همچین برنامه رو بریم البته سید محمد حسینی اون ریستارت شده نه اونی که ریستارت شده هنوز بالا نیومده نه اون نه یه سید محمد حسینی که شاددان کلا تعطیله راجع به اون میخوایم صحبت کنیم از اون برنامه رو از دست ندین حمایت فراموش نشه تا دیداری دیگر بدرود